نشست علمی روزانه آیت الله لزما صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 28 محرم سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در این نشست با اشاره, ز... با اشاره زمان و فضیلت زیارت اربعین فرمودند زیارت اربعین یعنی روز اربعین نه یک روز قبل و نه یک روز بعد و نه حتی شب اربعین اما روایات متواتری در جزئیات مختلف وجود دارد که برداشت من و فتوای فقها من حیث المجموع بر این قرار میگیرد که در تمامی مستحبات توسعه شرعی از حیث مکان و زمان و سایر جهات وجود دارد که زیارت اربعین هم یکی از همین موارد است معظم الله در ادامه فرمودند مثلا اگر کسی در آستانه اربعین و چند روز قبل از این روز به زیارت رفت اما نتوانست در روز اربعین بماند یا چند روز بعد از اربعین رسید این مجموعه ادله چنین استفاده می شود که چون در مستحبات از جمیع وجوه تا قدری که ارتکاز متشرع قبول دارد توسعه وجود دارد لذا اشکالی ندارد ایشان در ادامه تاکید فرمودند ارتکاز متشرعه شامل چند روز قبل یا چند روز بعد می شود نه اینکه کسی اول ماه سفر زیارت برود یا در ماه ربی زیارت برود این دیگر زیارت اربعین نیست آیت الله لزمان شیرازی در ادامه فرمودند در چنین شرایطی آثار سواب هم بر چنین زیارتی مترتب است همانند نماز شب که اگر چه وقت فضیلت آن نیمه شب است اما اگر قبل از نیمه شب یا در طول روز به دلایلی خوانده شد ثواب نماز شب را خواهد داشت با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را زیرا ببینیم و بشنویم قدری که ارتکاز متشرع میپسند قبول میکنه یعنی میگه رفته زیارت اربعین نرسید روز اربعین فرداش پس فرداش یکی دو سه روز یا دو سه روز قبلش چون کار داره نمیتونه بمونه اربعین اینا از اون توسعی که از مختلف جزئیات برداشت شده برداشت من اینه بله قاعدش اینه دیگه بله بله. مثل نماز شب را که قبل نیمه شب بخونه یا نماز شب را که روز عبادات توقیفی شکی نیست اما در مستحبات از عبادات همینی که عرض کرده صلی الله علیه